تو قسمت قبل به طور مفصل داستان پیدا شدن نفت در ایران و قراردادهای نفتی و در نهایت ملی شدن صنعت نفت رو توضیح دادیم و برخلاف معمول هم قرار نیست الان خلاصه ازش ببینید یا بشنوید چون در صورت نیاز شاید بهتر باشه اپیزود اول رو دوباره ببینید که به جزئیات احاطه داشته باشید اواخر اپیزود هم گفتیم که بعد از ملی شدن صنعت نفت مصدق سر داستان تعیین وزیر جنگ با شاه به اختلاف خورد و از مقام نخست وزیری استعفا داد و قوام جایگزینش شد ولی تظاهرات مردم و فشارهایی که احزاب متحد آوردن شاه را مجبور به عقب نشینی کرد و مصدق برای بار دوم به مقام نخست وزیری رسید و همزمان حکم دادگاه لاهه هم به نفع ایران صادر شد و مصدق در داخل و خارج بر مخالفینش پیروز شد حالا بریم ببینیم که ادامه داستان به کجا رسید سلام و درود به همراهان عزیز به پادکست رپاب خوش اومدید شما به دومین و آخرین قسمت از اپیزود کودتا خلاصه کتاب کودتا نوشته یروان آبراهامیان و ترجمه محمد ابراهیم فتاهی گوش میدید در پادکست رپاب من امیر سودبخش به کمک ایمان نجادهد هر بار خلاصه یکی از کتابهایی در حوزه تاریخ رو برای شما روایت میکنیم قبل از هر چیز لازم میدونم مجددا توضیح بدم که ما اینجا خلاصه یک کتاب کودتا رو داریم میگیم. شاید خود استفاده از کلمه کودتا برای اتفاقاتی که در 28 مرداد افتاد مخالفایی داشته باشه و بعضی اونو اصلا کودتا ندونن. شاید بعضی های دیگه با مطالب کتاب موافق نباشن و اصلا خیلی از مشکلات رو از سمت خود مصدق بدونن و هر کس هم البته برای خودش دلیل و منطقی هم داشته باشه. ولی من میخوام بگم که ما در اینجا داریم خلاصه کتاب کودتا را روایت میکنیم و فارغ از اینکه من راوی یا شما یه شنونده چه جریان فکری و چه نظری داریم اینجا قرار داستان را از زبان نویسنده ی این کتاب گوش کنیم از بین کتاب های زیادی که من در رابطه با این موضوع خوندم کتاب کودتا برام از همه جالب تر بود هرچند که تمایلات نویسنده به حزب توده کمی به کتاب جهت میده ولی در مجموع از نظر من کتاب روایت منصفانه ای داره و به درستی جریان ها و افراد مختلف رو نقد کرده. برای همینم هم ما این کتاب رو برای پادکست رپاپ انتخاب کردیم و امانتدار مطالب نویسنده هم هستیم و از خودمون چیزی بهش کم و زیاد نمی کنی. اگه خاطرتون باشه گفتیم که اعتراضات سی تیر باعث شد که در نهایت مصدق مجددن به نخست وزیری برسه. اعتراضاتی که تلفات جونی هم کم نداشت. مجلس کشته ها رو شهدای ملی و سی تیر رو قیام ملی اعلام کرد و از اون ورم مطبوعات کشورهای غربی اسم معترزان رو گذاشتن اوباش معترض. مصدق پیروزی خودش رو با سلسله از ضربات اساسی به شاه ادامه داد. اون علاوه بر حفظ مقام وزیر جنگ برای خودش، اسم وزارت جنگ رو به وزارت دفاع تغییر داد، 15 درصد از بودجه ارتش رو کم کرد، بودجه دربار رو کم کرد، برای خاندان سلطنتی مقرری ویژه تعیین کرد، دسترسی شاه به سفرهای خارجی رو محدود کرد، مادر و خواهر دوقلوی شاه رو که هر دو با کمک مخالفا در حال توطعه بودن و مجبور به ترک کشور کرد به جای علا ابوالقاسم امینی که منتقد دربار بود رو به سمت وزارت دربار منصوب کرد و علاوه بر همه اینها، املاک زیادی رو که از رضاشاه به جامونده بود و طی سالهای 1320 تا 28 از دولت گرفته شده بود رو به دولت برگردوند اقدامات مصدق به اینا هم خط نشد اون بعد از اینکه فاطمی رو وزیر خارجه کرد حسن امامی رئیس سلطنت طلب مجلس رو برکنار کرد و از مجلس اختیاراتی شیش ماهه برای اجرای اصلاحات مالی اقتصادی و انتخاباتی گرفت. البته این اصلاحات باید در پایان شیش ماه به تصویب مجلس هم میرسید. حالا تو این شیش ماه کابینه مصدق با استفاده از اختیاراتی که داشت اومد یه سری لوایح و قوانین تصویب کرد که به چند تاشون اشاره میکنیم. اعطای حق رأی به زنا افزایش شمار نماینده های شهری محدود کردن رایدهی فقط به افراد با سواد در انتخابات شوراها حمایت بیشتر از مطبوعات وضع مالیات دو درصدی بر املاک بزرگ و از همه مهمتر افزایش سهم دهقانان در محصول تا 15 درصد خب با این اوضاع احوال و این قدرتی که مصدق گرفته بود دیگه بریتانیا و آمریکا کاملا به این جنبندی رسیدن که برای تأمین منافعشون تو ایران هیچ راهی به جز سرنگونی مصدق ندارن. سرنگونی مصدق به هر قیمتی حتی با کودتا. اداره جنگ بریتانیا از وابسته نظامی خودش تو ایران خواست تا گزارشی فوری در خصوص وفاداری نیروهای مسلح توانایی اونا برای اجرای کودتا و همچنین مشخص کردن کسی که بتونه این کودتا رو رهبری کنه رو ارائه بده. وابسته نظامی هم گزارشش رو داد و اسم چهار تا از جنرال های ارتش ایران رو توش آورد. اما اضافه کرد که چون هیچ کدوم از این افراد اعتبار چندانی تو نیروهای مسلح ندارن پس کودتا باید به نام و رضایت شاه صورت بگیره. انگلیسی ها از خیلی وقت پیش تو ایران یه شبکه غیر نظامی داشتن که ازشون برای تأمین منافع و اجرای هاشون استفاده می‌کردن. سر دست این شبکه هم سه تا برادر تاجر بودن به نام‌های اسدالله، سیف‌الله و قدرت‌الله رشیدیان. پدر اینا قبلا از سمت رضا به خاطر ارتباطات نزدیکی که با انگلیسیا داشت زندانی شده بود و خود این سه تا پسرم بدون هماهنگی بریتانیا آب نمی‌خوردن. قانون اصلی قدرت برادران رشیدیان بازار تهران بود. اونا از طریق دوتا از لاتهای مشهور به بازار احاطه داشتن. این دوتا لات کی بودن؟ شبونبیمخ بیمخ و تیب. شبون بیمخ وظیفه رسیدگی به بازار میوه تربار تو میدون شاپور رو عهده داشت و طیب هم وظیفه رسیدگی به بازار امین و سلطان تو همون نزدیکی ها رو عهده داشت. این دو نفر برای خودشون سلطنتی داشتن گروه های باستانی کار خودشونو داشتن هیئت های مذهبی خودشونو داشتن و سعی میکردن که کاری به کار همم هم نداشته باشن هرچند که بعضی موقع ها زد و خورد و دعواهای شدیدی هم بینشون اتفاق میافتاد لات بودن دیگه یه چیز هم از خودم بگم مرحوم پدر تعریف میکرد میگفت یه سال محرم تو خیابون سلسویر تهران دسته شعبون مخ سر چهارراه رسید به دسته طیب این دوتا دو دسته هم از بزرگترین دسته های اون زمان بودن. اینا سر چهارا رسیدن به هم و علامت رو خم کردن و به هم سلام دادن. بعد سر اینکه کی اول بخواد از چهار راه رد شه بینشون دعوا شد. دعوا غم و قمه کشید. پدر میگفت اون روز ما قشنگ صحنه جنگ های زمان قدیم رو به چشم می دیدیم. خونی بود که وسط خیابون ریخته میشد. خلاصه که این دو نفر در اتفاقات سیاسی و تعیین سرنوشت ایران نقش زیادی داشتن که حالا جلوتر بهش اشاره میکنیم. جالبه که بدونید شعبون بیمخ که بعد از انقلاب رفته بود به کالیفرنیا مدعی شده بود که در زندگیش حتی یه چاقو هم همراهش نداشته. بگذاریم. در هر صورت انگلیسی ها به کمک عواملشون با سلشکر فضل الله زاهدی ارتباط برقرار کردند که بتونن نقشه های کودتاشون رو عملی کنن. زاهدی رو اگه یادتون باشه قبلا دربارش صحبت کردیم و گفتیم یه زمانی مصدق زاهدی رو به عنوان وزیر کشور معرفی کرد ولی بعد از کشتار مردم در تظاهرات 23 تیر مصدق اون رو از کار برکنار کرد و دیگه زاهدی شد دشمن مصدق زاهدی تو دیدارهایی که با نماینده های بریتانیا داشت خودش رو رهبر ایدئال کودتا معرفی کرده بود و لاف زده بود که حامیان زیادی هم تو نیروهای مسلح داره اما به هر حال زاهدی طرفدارای بین افسران قدیمی تر داشت به خصوص بین نظامی هایی که از جانب مصدق از باشگاه افسران پاکسازی شده بودند. ناگفته نمونه که کانون اصلی قدرت زاهدی در جناه مذهبی جبهه ملی قرار داشت که افرادی مثل کاشانی و یا قنات آبادی رهبر مجاهدین اسلام توش بودند. کاشانی سه دیدار جداگانه و کاملا محرمانه هم با هندرسون سفیر آمریکا داشت که رونوشت های این دیدارها همچنان جزو اسناد طبقه بندی شده قرار داره. به گزارش بریتانیایی ها کاشانی به طور محرمانه به آمریکایی‌ها گفته بود که به زاهدی به عنوان جانشین مصدق نظر مساعد داره. سازمان سیا در اواخر سال 1331 به رئیس جمهور آمریکا اطلاع داد که کاشانی چهره کلیدی در برگزاری تظاهرات خیابانی به هواداری از شاه در تهرانه. خب تا اینجا ای کار شنیدیم که بعد از نخست وزیری مجدد مصدق اون چه کارهایی کرد و از اون طرف هم آمریکا و بریتانیا پشت پرده داشتن چه نقشه هایی میگشیدن. اما حالا ببینیم که تو میدون نبرد چه اتفاقاتی بین مصدق و مخالفینش داشت میافتاد. گفتیم که دادگاه لاهه رأی داد که خودتون باید مشکل خودتون رو حل کنید و به لاه مربوط نمیشه. و گفتیم که مصدق هم قبول داشت که باید به انگلیسیا بابت قراردادهای بسته شده قرامت و خسارت پرداخت کنه. ولی باز هم بریتانیا چنان مبلغ زیادی رو برای خسارت طلب کرد که عمرن ایران میتونست از پس پرداختش بر بیاد. آمریکا و بریتانیا همزمان با طرح پیشنهاد سنگین قرامت فشارها و تحریمهای اقتصادی خودشونم زیادتر کردند. حتی ناوگان دریایی سلطنتی انگلیس در تیر ماه سال 1331 یه نفتکش پانمایی متعلق به یه شرکت کوچیک نفتی ایتالیایی رو که در حال حمل نفت از آبادان بود تو آبهای المللی توقیف کرد و یه جورای اونو دزدید. چرا؟ چون از ایران داشت نفت می برد و انگلیس ها هم می که تمام نفت های پالایشگاه مال ماست. ایران اصلا نمیتونست نفتش رو صادر کنه و در طول یه دوره 18 ماهه از دیماه 1330 تا زمان کودتا تنها 118 هزار تن نفت یعنی معادل فقط تولید یک روز رو تونست صادر کنه. مصدق برای مقابله با تحریم نفتی بودجه بدون نفت رو تنظیم کرد. اون حقوق مقامات دولتی رو کم کرد، پروژه های توسعی رو به تعویق انداخت، واردات کالاهای تجملی رو محدود کرد، اوراق قرضه دولتی منتشر کرد، ولی با وجود همه این کارها در نهایت مجبور شد اسکناس بانکی چاپ کنه و خب یواش یواش ارزش پول ملی کم شد. در اواخر سال 1331 نه نفر از 20 چهره پایگذار جبهه ملی از اون جدا شدند. اونا مصدق رو به قوتور کردن کشور در اسکناس های متهم کرده بودند. مخالفا حتی مصدق رو به نقض قوانین شریعت از طریق مجاز کردن خرید و فروش مشروبات الکلی، تشویق ایجاد مدارس مختلف و تلاش برای ارائه حق رأی به زنان متهم کرده بودند. کاشانی با این توضیح که جایگاه حقیقی زنان در منزل است، با شور و هیجان گفت که نمیتونم بفهمم مردا چه گناهی کردن که مستحق این باشن که به زناشون حق رأی بدن. بعدم اومدن کشف کردن که تز دکترای مصدق که سی سال پیش تو سوئیس نوشته شده بود نوعی حمایت از قوانین سکولار بوده. اختلاف مصدق و کاشانی هم وقتی علنی شد که مصدق از مجلس درخواست کرد که اختیارات ویژه 6 ماهش رو به یک سال افسایش بده و کاشانی بلا فاصله با درخواست مصدق مخالفت کرد. یادتونه که گفتیم مصدق وقتی دوباره نخست وزیر شد از مجلس شیش ماه اختیار گرفت که یه سری اصلاحات انجام بده و حالا میخواست اون شیش ماه رو به یک سال افزایش بده. این وسط یه اتفاقی هم در ملاقاتی که شاه و مصدق با هم داشتن افتاد. اون زمان بین مردم شایع شده بود که شاه میخواد از کشور بره به تعطیلات بلند مدت. معمولا شاه موقعی از کشور میرفت که احساس عدم امنیت میکرد و این نوع تعطیلات بیشتر نوعی عقب نشینی و یا حتی فرار محسوب می شد. بین مردم هم شایع شده بود که مصدق از شاه خواسته که به تعطیلات خارج از کشور بره و احتمالاً بر نگرده. حالا یه روز که مصدق و شاه تو کاخ شاه با هم دیدار داشتن، حدود 300 نفر از طرفدارای شاه که آدمای کاشانی و دارودسته شعبون بیمخ هم بینشون بودن، پشت دروازه های کاخ جمع شدن و ملتمسانه از شاه خواستن که کشور رو ترک نکنه. اونا مصدق رو که از غذا اونجا گرفتار شده بود رو تهدید کردن که اگه شاه بره ما حتما یه بلایی سرت میاریم. تظاهر ها تو همون روز با جیپ ارتش دروازه در خونه مصدق هم زدن داغون کردن و به نوعی تهدیدش کردن. مصدق فکر میکرد اصلا به این خاطر به کاخ شاه دعوت شده تا با برنامه ریزی قبلی جمعیتی که پشت دروازه کاخ جمع شدن بتونن اونو بترسونن و تهدیدش کنن. مصدق اومد طی نطق بلند رادیویی خطاب به ملت گفت که ایده سفر خارجی مربوط به خود شاه بوده و نه اون. همچنین گفت که شماری از اعضای خانواده سلطنتی به ویژه ملکه مادر در سیاست کشور مداخله میکنن و ادامه داد که من به قرآن سوگند خوردم که به شاه به عنوان پادشاه مشروطه خدمت کنم و اینکه حجوم اوباش به منزلش بخشی از توطعه خارجی برای کشتن اون بوده مصدق نطق خودش رو با شعار آشنای شاه باید سلطنت کند نه حکومت به پایان رسوند تو این اوضاع آشفته به مصدق گزارش دادن که آره زاهدی داره نقشه کودتا میکشه و حواست بهش باشه مصدقم حکم دستگیری زاهدی رو به اتهام توطئه برای کودتا صادر کرد. حکمی که با مخالفت کاشانی که رئیس مجلس بود مواجه شد و کاشانی به زاهدی اجازه داد تا در صحن مجلس تحسن کنه و سه نفر دیگه هم از جمله یکی از پسران کاشانی هم برای تحسن به زاهدی ملحق شدند. از اونورم های طرفدار مصدق برای برکناری کاشانی از ریاست دست به کار شدند. وقتی کاشانی متوجه موضوع شد اومد گفت که مصدق دیگه نماینده ملت نیست و مصدق رو به خاطر برقراری حکومت دیکتاتوری به مراتب بدتر از سالهای قبل محکوم کرد. حامیان کاشانی در هفته های قبل از کودتا تقریبا هر روز با تظاهر کننده های هوادار مصدق در اطراف خونش درگیری داشتند. با این اوضاع آشفته، مصدق خواهان انحلال مجلس و برگزاری همه پرسی و همینطور استعفای نماینده های حوادار خودش از نمایندگی مجلس شد تا پارلمان جدید بر اساس قانون اصلاح شده انتخابات تشکیل بشه و این تصمیمش هم گذاشت برای همه پرسی که مردم بیان رأی بدن برای اینکه از پیروزی در همه پرسی برای انحلال مجلس 17 هم مطمئن بشه اون اومد صندوق های رای رو بر اساس برگه های آری و نه در مناطق مختلف مستقر کرد تا هر کی تو یک کلام بتونه نظرش رو بگه و همونطور که انتظار می رفت مصدق حمایت اکثریت مردم رو کسب کرد برای آمریکا و بریتانیا دیگه شکی نمونده بود که باید هر چه زودتر نقشه کودتا رو برنامه ریزی و اجرا کنند. کودتایی با همکاری مشترک سازمان سیا یا همون سازمان مرکزی جاسوسی آمریکا با MI6 یا همون سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا برای این عملیات کرمیت روزولت نوه تئودور روزولت رئیس شمهور سابق آمریکا و رئیس شعبه خاور میانه سازمان سیا به عنوان رئیس عملیات انتخاب شد. عملیاتی با نام آژاکس. درباره اسم عملیات هم من از خودم یه توضیح بدم که فکر کنم شاید برای اونایی که نمیدونن جالب باشه. اسم اصلی عملیات کودتا تی پی اجاکس بود. آژاکس نام تجاری یه ماده شوینده و پاکننده بود که تو آمریکا و اروپا استفاده میشد و تیپی هم مخفف اسم حزب توده است توده پارتی منظور از این نام عملیات پاکسازی حزب توده در ایران بود از یک طرف چرچیل تو انگلیس به خاطر انتقام ملی شدن صنعت نفت و از طرف دیگر آیزنهاور تو آمریکا به خاطر ترس از حاکم شدن کمونیست بر ایران دستور این عملیات را صادر کرده بودند و روزولت رو مأمور اجرای عملیات کرده بودند قبل از ترک واشنگتن هم به روزولت اطلاعاتی درباره مصدق داده شد مبنی بر اینکه آره مصدق یه پیرمرد دهاتی عصبی خلوز و بدور از مسئولیت و واقعیت که درباره تمامی مشکلات از نقطه نظر احساسی خودش داوری میکنه. نقشه کودتا یا همون عملیات آجاکس دو بخش اصلی داشت. اول ایجاد آشوب و ناآرامی به منظور بی دولت و دوم اجرای کودتای نظامی و سرنگونی دولت. حالا برای رسیدن به این دو هدف اونا آمده بودن تعیین کرده بودن که این کارا باید انجام شه. برجسته کردن تهدید کمونیست، متهم کردن حزب توده برای کودتا و هشدار در این مورد که مصدق آگاهانه یا ناآگاهانه داره راه رو برای الحاق ایران به بلوک کمونیستی باز میکنه. برای اینکه به این چیزایی که گفتی من برسن، اونا باید مقالات خبری زیادی رو در روزنامه های مختلف بریتانیا، آمریکا و ایران به چاپ می رسوندن. تو تابستون سال 1322 حتی یه نشریه مهمم تو آمریکا و بریتانیا نبود که مطلبی پروپیمون درباره تهدید کمونیست در ایران منتشر نکرده باشه. یکی از مقالات پرشماری که طبق قرار و با هماهنگی قبلی تو روزنامه ها به چاپ رسید مدعی شده بود که فاطمی یار نزدیک مصدق هم و دینش هم تغییر داده یه سری روزنامه هم اومدن از شایعاتی درباره اجداد مصدق نوشتن و گفتن اجداد مصدق یهودی بوده که مثلا اینطوری تخریبش کنن ولی جدی ترین اتفاق در جهت بیساباتی تو کشور در اردیبهشت 1332 اتفاق افتاد MI6 با کمک حامیانی که داشت اومد سرتیب محمود افشارتوس رئیس شهربانی و مسئول پاکسازی نیروهای مسلح و دزدید شکنجش کرد و کشتش جسد کاملا شکنجه شده هم برای مشاهده همگان و نمایش ناتوانی دولت در حمایت از چهره های رد اول خودش در اطراف تهران رها شد. سازمان سیاه و امای سیکس برای اجرای عملیات کودتا نیاز داشتند که موافقت شاه رو هم جلب کنند چرا که شاه به کل با این کار مخالف بود اونا برای جلب موافقت و مشارکت شاه از فرستاده های تازه نفس استفاده کردند اول از همه اشرف خواهر دوقلوی شاه پنهونی با نامه محرمانه از خارج وارد تهران شد بعد ژنرال نورمن گفت رئیس سابق هیئت مأموریت ژاندارمری آمریکا آمد و بعد هم اسدالله رشیدیان یکی از اون سه برادری که قبلا گفتیم خانوادگی جاسوس انگلیس بودن رفت پیش شاه و برای اثبات نمایندگی خودش از جانب انگلیسیا یه پیام رمزی رو به شاه داد. در آخر هم که گفتیم کرمید روزولت از آمریکا خودش رو قاچاقی و مخفیانه به دربار رسوند. اینا همه میخواستن شاه رو متقاعد به انجام کودتا کنن و روزولت هم مستقیم به شاه اطمینان داد که آیزنهاور و چرچیل کاملا پشتیبان کودتا هستن و بعد از کودتا هم هوای ایران رو دارن و بهش کمک میکنن. برای اجرای کودتا شاه باید با دستخط خودش یه نامه مینوش و مصدق را از کار برکنار میکرد و به جاش زاهدی رو به نخست وزیری انتخاب میکرد. و قرار بود این نامه و این حکم شب کودتا رو بشه. برای شاه توضیح داده شده بود که اگه با این موضوع کنار نیاد، بریتانیا و آمریکا بدون اون کارو پیش میبرن. اونا هشدار دادن که میتونن حمایت از خاندان شاه رو متوقف کنن و در اون صورت سلسله پهلوی دیگه وجود نخواهد داشت. این دیگه بیشتر شبیه به تهدید و التیماتوم بود تا پیشنهاد دوستانه. آخر سرم شاه قبول کرد و نامه رو نوشت ولی شرط کرد که کرد زاهدی باید یه نامه بدون تاریخ بنویسه و توش استعفاش رو از نخص وزیری اعلام کنه. هدف شاه این بود که اگه کودتا نتیجه داد و زاهدی شد نخص وزیر دیگه زاهدی برای شاه نشه و دیگه از چاله به چاه نیفته. با این نامه که شاه شرط کرده بود زاهدی بنویسه اگه کودتا موفق میشد و زاهدی هم نخست وزیر میشد نامه استعفاش دست شاه بود و شاه هر موقع میخواست میتونست ازش استفاده کنه زاهدی هم قبول کرد و نامه را نوشت و دیگه همه چی برای اجرای نقشه آماده بود موج رسانه ای را افتاده بود رضایت شاه گرفته شده بود اعضای کودتا مشخص شده بودن و تقسیم وظایف هم انجام شده بود و همه چی طبق برنامه داشت پیش میرفت و فقط مونده بود اجرای نقشه روز کودتا. مراحل نقشه عملیاتی کودتا این طور بود. قرار بود در 25 مرداد گروهی از گارد سلطنتی به ریاست فرماندهشون سرهنگ نعمت الله نصیری برن سراغ مصدق و فرمان شاه مبنی بر ازل اون و جایگزینی زاهدی رو بهش بدن. از اون طرف باید یه گروه دیگه از گارد سلطنتی هم وزرای کلیدی رو بازداشت میکردن و یه گروه سوم هم به فرماندهی باتمانگلیچ مراکز اصلی مخابرات و تلگراف و رادیو و مقر ستاد مشترک رو تصرف میکردن. بعد از تصرف این مکان هم باید باتمانگلیچ به عنوان رئیس جدید ستاد مشترک که مثلا از سوی زاهدی منصوب شده بود دستوراتی رو برای استقرار نیروها و تانکای ارتش در مناطق مختلف و پایتخت صادر میکرد تا با اعتراضات احتمالی مقابله بشه و هر مخالفی هم سریعا بازداشت بشه طبق لیسی هم که تهیه کرده بودن قرار بود حدود 100 نفر در جا و چهار ازار نفر دیگه هم طی روزهای بعد بازداشت بشن اوباش خیابونی هم باید به عنوان عملیات انحرافی به دفاتر حزب توده و جبه ملی حمله می کردن. پس چی شد مرور کنیم؟ قرار شد یه تیم بره سراغ مصدق و حکم ازلش رو بهش بده. یه تیم بره سراغ دستگیری وزرا، یه تیم بره جاهای حساس رو بگیره و کنترل ستاد مشترک رو به دست بگیره و اوبا شلات و هم برن سراغ دفاتر حزب توده و جبهه ملی. عملیات کودتا در ساعات پایانی روز 24 مرداد آغاز شد. طبق برنامه سه گروه گارد سلطنتی از مقر خودشون تو باغ شاه خارج شدن. سرهنگ نصیری با همراهی یک خودروی زرهی، دو تا جیب و دو تا کامیون نظامی پر از گاردهای مسلح مستقیما به سمت خونه مصدق حرکت کرد. دسته دوم متشکل از دو کامیون نظامی پر از گارد سلطنتی رفت سمت منازل اعضای کابینه در شمال تهران و گروه سوم هم به رهبری تیمسار باتپانگلیچ به طرف مرکز مخابرات و ستاد ارتش در مرکز تهران حرکت کرد. بریم سراغ گروه اول و سرهنگ نصیری که رفته بود سراغ اصلکاری رفته بود سراغ مصدق. وقتی نصیری به محل اقامت مصدق رسید، یوهو خودش رو در مقابل نیروی بسیار بزرگتر و قوی دید. در خونه مصدق، سرهنگ ممتاز، فرمانده ی تیپ دوم کوهستانی با چهار تا تانک منتظر نصیری بود. به جای اون که نسیری مصدق رو بازداشت کنه، مصدق دستور داد نصیری رو بازداشت کنه. مصدق فرمان شاه رو هم بیعتبار خون و گفت که شاه فاقد اختیار قانونی برای ازل و نصب نخست وزیره و این موضوع از اختیارات مجلسه. از سمت دیگه وقتی که باتمانگلیش به ستاد ارتش رسید اونم با نیروهای زیاد و تانک و توپ و اینا مواجه شد. واتبانگلیچ فرار کرد اما معاونش بازداشت شد. این وسط فقط گروه دوم موفق بود و بعد از چند تا تیراندازی فاطمی و چند تا وزیر دیگه دستگیر شدند که خب دیگه فایده ای هم نداشت و نقشه کودتا از قبلش لو رفته بود. در واقع سرهنگ مهدی همایونی عضو جوان گارد شاهنشایی که از غذا یکی از اعضای سازمان مخفی افسران حزب توده هم بود در لحظات آخر نقشه کودتا رو به رهبران حزب گزارش داده بود و اونا هم سریعا مصدق را از داستان مطلع کرده بودند و همونطور که شنیدیم کودتا شکست خورد. ساعت پنج صبح روز بعد وضعیت عادی به پایتخت برگشت. دولت با لغو حکومت نظامی اعلام کرد که حکم بازداشت سی نفر را صادر کرده. نصیری همون کسی که اومده بود سراغ مصدق و چهارده نفر از افراد گارد سلطنتی هم قبلش بازداشت شده بودند. چند نفری هم مثل زاهدی و باتبانگلیش هم که گفتیم مخفی شده بودند و خبری ازشون نبود. زاهدی تو خونه یه دیپلمات آمریکایی قائم شده بود. و شاه هم همونطور که در طرح کودتا در صورت شکست پیش شده بود چمدونش رو بست و به همراه همسر و خلبان شخصیش فرار کرد و رفت به بغداد. روز بعد از شکست کودتا جمعیت خودجوش بزرگی متشکل از هواداره جبهه ملی و حزب توده تو میدون فردوسی و های لالزار و نادری و چارا استانبول اومدن به خیابون و جشن گرفتن. اونا عکسهای شاه رو پاره کردن و مجسمه های سلطنتی و به طور مشخص مجسمه رضاشاه در میدون توبخونه رو کشیدن پایین. غروب همون روز راهپیمایی بزرگتر اما منظمتری تو میدون بهارستان برای شنیدن سخنان نماینده های مصدق برگزار شد. راهپیمایی با صدور یک قطنامه و درخواست تشکیل شورایی برای حل بحران قانونی کشور به پایان رسید. خب شاه رفته بود و باید راه حل جدیدی برای حکومت پیدا می کردن و مصدق هم سریعا دستور تشکیل یک شورا برای حل مشکل و تصمیمگیری های جدید رو داده بود. مصدق در حالی بر تشکیل چنین شورایی تاکید کرد که سوگند وفاداریش به پادشاهی مشروطه در پیشگاه قرآن رو هم به وزراش یادآوری میکرد. همش میگفت ما قسم خورده بودیم که به شاه وفادار باشیم. فاطمی بعدها نوشت تنها زمانی که مصدق صداش رو من بلند کرد در خصوص همین موضوع بود. اون روز تا شب حملات پراکنده به مجسمه ها و نمادهای سلطنتی ادامه پیدا کرد. عصر همون روز فاطمی با انتشار مقاله‌ای در روزنامه باختر امروز سلطنت را به عنوان امری مرده و مدفون محکوم کرد. توی این مقاله دربار به عنوان مرکز فساد و شاه به عنوان هوسباز و خوناشام و نوکر انگلیس و دزد بغداد توصیف شد. بعدها همین مقاله و حرفهای فاطمی در جمع مردم سرنوشتش رو تعیین کرد که کمی جلوتر بهش میرسیم. بلا فاصله بعد از شکست کودتا خیلی از افراد در سازمان های سیا و امای سیکس به این نتیجه رسیدن که کل کودتا شکست خورده و واشنگتن به روزولت دستور داد سریعا ایران رو ترک کنه. اما بعضیا ها به ویژه روزولت به این جنبندی رسیدن که صرفا بخش شبه قانونی کودتا شکست خورده. به اعتقاد اونا شبکه مرکزی کودتا و به ویژه بدنه نظامی اون تا اندازه زیادی دست نخورده باقی مونده و اگه یه سری کار انجام بشه امکان اجرای طرح اولیه هنوزم وجود داره هندرسون سفیر آمریکا که تو تعطیلات و تو شهر بیروت به سر می برد تا در زمان کودتا قایب باشه و مثلا بگه من خبری نداشتم بلافاصله فاصله وقتی که خبر شکست کودتا رو شنید با یه هواپیمای نظامی برگشت به تهران تو مسیر فرودگاه به مرکز شهر هندرسون جمعیت زیادی رو در حال سرنگون کردن مجسمه ها دید. از فرودگاه هم مستقیم رفت به دیدار روزول تو سفارت آمریکا. بعد هم درخواست ملاقات فوری رو به مصدق داد. زمان این ملاقات هم برای روز بعد یعنی 27 مرداد تعیین شد. ملاقاتی که قرار بود در اون سرنوشت یک کشور و سرنوشت یک ملت عوض بشه. بر اساس نوشته هندرسون، ملاقات اون با مصدق یک ساعت تمام به درازا کشید. اولش صحبت و معدبانه شروع شد، هرچند که در کلام مصدق تا حدی آتش نفرت شعلهور شده بود. هندرسون اومد بابت اتفاقاتی که در زمان غیبتش افتاده بود و مثلا اون خبر نداشت، اظهار تأسف کرد. مصدقم یه لبخند تلخ و تعنی آمیزی تحویلش داد که آره خودتی. اما لحن مذاکرات این دو نفر وقتی به شدت تغییر کرد که هندرسون موضوع بسیار جدی ناتوانی مجریان قانون در حمایت از جون آمریکایی ها رو در پیش کشید. کنسول آمریکا در اصفهان تلفنی به هندرسون گزارش داده بود که اوباش خشبگین با شعارهایی مثل مرگ بر آمریکا و یانکی به خونت برگرد اطراف خونش جمع شدن و جونش در خطره تازه علاوه بر این مردم به ماشین سفارت هم حمله کرده بودن و رانندش رو با چاقو زده بودن در ادامه مذاکرات هندرسون به مصدق التیماتوم داد که اگه مقامات نتونن نظم و قانون رو به خیابونا برگردونن اون مجبور به تمام آمریکایی‌ها درخواست خروج سریع از ایران رو ابلاغ کنه هندرسون به بهانه حفظ جون آمریکایی ها حسابی رفت رو مخ مصدق که مصدق رو مجبور کنه دستور خالی کردن خیابونا رو صادر کنه تا بعد اونا بتونن نقشه کودتا رو دوباره از اول با پلن بی پیاده کنن هندرسون اونقدر گفت که در نهایت مصدق عصبی شد تلفن رو برداشت و به رئیس شهربانی دستور داد که نظم رو به خیابونا برگردونه بر اساس نوشته خود هندرسون این اشتباه مهلک پیرمرد بود مصدق به دام افتاد و رسما انجام هر گونه تظاهراتی رو ممنوع اعلام کرد این فرمان عملا دست ارتش رو برای سرکوب قدرتمندترین حامیان مصدق تو خیابونها یعنی مردم باز می کرد. دقت کردید چی شد؟ کودتا شکست خورده بود طرفدارای مصدق ریخته بودن تو خیابون احزاب دیگه مثل حزب توده هم طرفدارای مصدق رو همراهی میکردن و همه چی به نفع مصدق بود تا اینکه اون تحت تاثیر حرفای هندرسون دستور تخلیه خیابون ها رو به ارتشی داد که چندین نفر از فرمانده هاش خودشون تو گودتا دست داشتن قشنگ گوش رو سپرد دست گربه صبح روز بعد جبهه ملی و حزب توده دستورات مصدق و رعایت کردن و به طرفداراشون گفتن که دیگه تو خیابونا نباشن. همزمانم شش تا روزنامه مخالف دولت که همچنان آزاد بودن و فعالیت میکردن به طور مشخص فرمان شاه مبنی بر نخص فزیری سلشکر زاهدی رو منتشر کردن که آره طبق فرمان شاه الان زاهدی باید نخص فزیر باشه مصدق یکی از این روزنامه هم روزنامه ستاره اسلام کاشانی بود. بامداد 28 مرداد اعضای کابینه مصدق برای بحث درباره همه پرسی و تعیین سرنوشت سلطنت در منزل مصدق تشکیل جلسه داده بودند و برنامه همه پرسی رو داشتن آماده میکردن و با خیال راحت برای خودشون داشتن تقسیم وظایف هم میکردن. درست در همون لحظات دسته ای از اوباش مسلح به چاقو و چماق از جنوب تهران از بازار به سمت مناطق شمالی راه افتادند. سردسته این گروه تیب بود. شب و میمخ کجا بود؟ اون دو روز قبل که کودتا شکست خورده بود دستگیر شده بود. دار دسته به طرفداری از شاه شعار میدادند و به سمت شمال شهر حرکت می کردن. روز قبلش تیب به دوستاش و نوچهاش پیغام داده بود که تو بازار جمع بشن. بعد هم پولی رو که از عوامل سازمان سیا گرفته بود بین دوستاش پخش کرد و قرار تظاهرات فرداشو گذاشت و الان هم که اونا تو خیابونا بودن و بر ضد مصدق شعار میدادن و مردم رو به همراهی دعوت میکردن یه گروه دیگه هم به سرکردگی یه لات دیگه به نام اسیرمزون از یه محله دیگه حرکت کردن و به گروه طیب ملحق شدن اونا ماشینا رو مجبور میکردن که بوغ بزنن و در حمایت از شاه شعار بدن اوباش دکه های روزنامه فروشی رو تخریب میکردن مغازه ها رو تهدید میکردن که اگه نبندید پدرتون رو در میاریم و همه اینها در حالی بود که به دستور مصدق قرار بود دیگه کسی تو خیابونا نباشه با همه این عرفا تعداد اوباش اونقدر کم بود که اونا نمیتونستن ساختمون رو اشغال کنن و باید منتظر میموندن که کامیون سربازا از راه برسه در ساعت دو بعد از ظهر گارد سلطنتی که خیلیاشون لباس شخصی تنشون بود کامیون های ارتشی رو از پادگان ها اووردن داخل شهر. بعدش هم اوباش تحت نظارت افسران ارتش ساختمون ها رو قارت کردن و همزمان فرماندهان ارتش هم تانک های خودشون رو به سمت شهر حرکت دادن. سالها بعد معاون فاطمی در روزنامه باختر امروز مدعی شد که مصدق شخصا دستور داد تانک ها برای برقراری نظم و قانون در شهر از پادگان ها خارج بشن. بنابراین مهمترین مانع پیشروی کودتا برطرف شده بود. همینجوری که نمیتونستن تانک ها رو بیارن بیرون. مصدق دستور داد تانک ها رو بیارن بیرون که نظم رو برقرار کنن و سی او دو تانک و کامیون نظامی مملو و سرباز اجازه پیدا کردن از قرارگاه های خودشون خارج بشن. اما اونا دنبال پاکسازی و اوباش نرفتن و مستقیما رفتن به سمت تصرف مکانهای استراتژیک تعیین شده در نقشه کودتا تانکا همون روز ستادهای ارتش و ساختمانهای تلفن و تلگراف رو تصرف کردند و ارتباط بین دولت و قرارگاه های تحت فرماندهی هواداره مصدق رو قطع کردند صدیقی وزیر کشور که اوزار اینطوری دید فرار کرد به خونه مصدق در ایستگاه تصرف شده رادیو افرادی مثل زاهدی برادر شاه پسر کاشانی و سردبیران مهمترین روزنامه های هوادار شاه اولین کسانی بودند که خطاب به ملت حرف زدن و گفتند که حضر بشارت امیر حضر بشارت امیر چند دقیقه دیگر در نشترگاه دیگر نخواهد قیام شاهنشاه را برای شما قراعت می کند مردم شهر ایران های ایدان باشید مصدق خائن فراز نفر ما در تهران امروز مصدق خائن به مسلسل دست تا ساعت پنج بعد از ظهر از یه طرف تانک تحت فرماندهی افسران هوادار شاه و از طرف دیگه هم اوباش خیابانی به سردستگی شعبون بیمخ که از بازداشتگاه آزاد شده بود در مقابل منزل مصدق به همدیگه ملحق شدند و با تعداد کمی از یارای مصدق که جلوی خونش بودن درگیر شدند. زد و خورد و تیراندازی فقط دو ساعت ادامه داشت و نتیجش هم قابل پیش بود. ساعت هفت بعد از ظهر مصدق به همراه وزرایی که پیشش بودن همه با هم دستگیر شدند. این وسط چند وزیر دیگه از جمله فاطمی موفق به فرار شدند. خب شاید برای بعضی سوال پیش بیاد که تو اون روزا و تو اون لحظات چرا اینقدر دولت منفعل عمل کرد؟ چرا اکسال عمل درستی نشون نداد؟ واقعیت اینه که تو اون روز سران جبهه ملی برای فراخوندن هوادارا به خیابونا و در صورت لزوم حتی توضیح سلاح دست به دامن مصدق شدن. این درخواست مورد حمایت فاطمی، سنجابی و حتی یکی از خانهای قشقایی حاضر در جلسه هم قرار گرفت اما مصدق با اعلام اینکه نمیخواد بر آتش سوزان نفت بریزه از پذیرش درخواست خودداری کرد متاسفانه مصدق بی اطمینان داشت که افسران معتمدش اوزار رو کنترل میکنند اتفاقی که هیچ وقت نیفتاد و در نهایت در 28 مرداد کودتای سیاه دولت مصدق رو سرنگون کرد شاه در سی و یک مرداد یعنی شش روز بعد از فرارش به کشور برگشت و در فرودگاه از سوی زاهدی، نصیری، باتمانگلیچ و البته شعبون بیمخ مورد استقبال قرار گرفت. کودتای های مرداد سی و دو های زیادی در نقاط مختلف جهان داشت. این واقعه سیاستگزارهای آمریکایی رو به این جنبندی رسون که اونا میتونن مثل ایران در مناطق دیگه جهان هم دولتهای مسئله ساز رو به سادگی سرنگون کنند. در سالهای بعد از این واقعه سازمان سیا کودتاهای بسیار مشابهی را در گواتمالا، اندونزی و شیلی برنامه ریزی و اجرا کرد که بعضی از این کودتاها زمین ساز کشتارهای گستردهی در حد نسل کشی شدن. و اما در آخر ببینیم سر دستگیر شده ها چه بلایی اومد. از جبهه ملی تنها دو نفر به مرگ محکوم شدند. حسین فاطمی که اگه یادتون باشه شاه رو خائن جوان نامیده بود، بعد از هفت ماه زندگی مخفی در مخفیگاه حزب توده دستگیر و اعدام شد. شایع شده بود که فریاد آخر اون قبل از اعدام زنده باد مصدق بود. قربانی دیگه کریمپور شیرازی سردبیر نشریه سختگیر و بسیار منتقدی بود که همیشه خاندان سلطنتی رو مورد تاخت و تاز و انتقاد قرار میداد. گویا اون رو بعد از آغشتن به پارافین در زندان به آتش کشیدند. شدت عمل در برابر حزب توده و سازمانهای مرتبط به اون به ویژه اتحادی های کارگری وابسته به حزب بسیار شدیدتر از جبهه ملی بود. رژیم بلافاصله فاصله بعد از کودتا 1200 نفر از اعضای حزب رو دستگیر کرد. این رقم در مرداد ماه 1333 تا 3000 نفر هم پیش رفت. رژیم برای نابودی کامل مخالفان در سال 1335 با کمک سازمان سیاه، MI6 و موساد دست به تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت تازه‌ای در ایران زد. سازمانی با نام مخفف ساواک. و اما عاقبت مصدق. بعد از کودتا مصدق سه سال زندانی شد و بعد به دهکده خودش در احمدآباد تبعید شد و نه سال بعد در همونجا درگذشت. اون در وصیت خواسته بود که جسدش در گورستان اصلی تهران کنار شاهدای سیتیر دفن بشه. اما شاه این درخواست رو نپذیرفت و سرانجام پیکر اون در اتاق نشیمن خودش نزدیک به دیواری که تصویری از گاندی روش بود به خاک سپرده شد.